6 تا کارگاه پشت سر هم دیگه در 3 هفته شما انجام دادین، واقعا خیلی جالبی بود به خاطر اینکه کارگاه پیشرفته بانوان اول بود با شاید یکی از بزرگترین کارگاه های بانوان بود. واقعا خودمون از شادی تو پوستمون نمی گنجیدیم به علت اینکه این بانوان، یعنی سنا برای من جالب بود، از 19 ساله داشتیم تا 75 ساله، یعنی واقعا 4 نسل رو ما داشتیم، از جوان در اصل نوجوان، از نوجوان داشتیم تا بزرگسال داشتیم، تا مادر داشتیم، تا مادر بزرگ داشتیم، و مادر بزرگایی بودن که حتی نتیجه هاشون توی کارگاه بودن. و این یه چیز خیلی جالبی که برای من بود این بود که ما تو کارگاه دختر خواهر داشتیم، خواهر داشتیم، خاله داشتیم، دوقلو داشتیم، مادر بزرگ داشتیم، مادر شوهر و عروس داشتیم، اصلا یک روابط خاصی توی این کارگاه بود که اون که اصلا یه چیز شاهکاری بود. و واقعا برای اولین کارگاهمون ما احساس کردیم که درهای بهشت رو روم ما باز کردن، برای که تحولی رو که من میدیدم مثلا روز اول کارگاه اون حالت استراب و ترس و نگرانی و حالا چی میشه، و بعد روز آخر کارگاه که همه با ولوله و رقص و شادی و پایکوبی و در کارگاه که ما باز کردیم که افراد اومدن تو با اون حالت ذوق و شوق و جشن، و یعنی واقعا خب اون اولین برخورد ما بود با ایروان، و خب خود محیط ایروان که شما از در هتل ما که می اومدیم بیرون، اولا هتل ما درست توی ریپابلیک سکوئر و اون میدان به اصطلاح آزادی ایروان بود که هر شب این فواره های آوازخوان رنگارنگ شهر به راه بود، و مردم و استهام و بگو بخند و همم تو دست تو دست با هم راه میرن، یعنی این عشق و منو یاد ایران قدیم مینداخت و روحیه مردم. و چیزی که برام خیلی جالب بود این بود که پول زیادی برای خوشحالی لازم نبود توی ایروان، یعنی مردم در کمال سادگی و کمبود درآمد مالی، ولی با چه عشقی و با چه ذوقی و با چه درآمد کمی، ولی با چقدر مهربونی و محبت و شادی و موسیقی و رقص، همه تو خیابون شبا دور هم راه می رفتن تو پارک ها. خیلی این منو یاد جوونی خودم مینداخت توی ایران، و اینی که تابستون همه تو خیابون راه می رفتن، به خصوص دوره بر خونه ما، چون ما نزدیک پارک فرح بودیم منزلمون، و همیشه بعد از اورا توی این خیابون بولوار الیزابت و اون طرف ها همه مردم دست به دست توی خیابون ها راه می رفتن. خیلی خاطره زیبایی بود برای من. بعد کارگاه نوجوانان بود توی ایروان که 80% بیشتر، 90% نوجوانان کارگاه اول که تموم کردن همون شبونه اسم نوشتن تا 4 صبح بیدار بودن. اصلا من تا حالا همچی چیزی ندیده بودم که نوجوانا به دل بخواه خودشون چشاشون وانی میشد. ما یعنی از این واقعا اینجوری اسیستنت های من نشسته بودن و این نوجوانا ول نمی‌کردن، نشسته بودن و تکالیف انجام میدادن برای کارگاه پیشرفته. فرداش همشون با یک روحیه‌ای که انگار از تو موشک ول شده بودن اومدن تو کارگاه پیشرفته، که من حتی اسیستنت ها رو میفرستادم وسط کارگاه برن استراحت بکنن، نوجوانا بمب بودن. و این کارگاه رو ما فیلمای این کارگاه هست که در پایان کارگاه که مثلا ساعت 11 شب بود، این نوجوانا انگار رفته بودن کره ماه برگشته بودن، همه روی صحنه رفته بودن، خودشون رو اعلام میکردن پر از هیجان، که این اصلا والدین اینجوری وایساده بودن باور کن انگار چسبیده بودن به این دیوار پشتی که خدایا اینا مثلا
نوجوانای ما هستن، چه اتفاقی براشون افتاده. و خب میدونین نوجوانا اول شما فکر میکنی اینا اعتماد به نفسشون فرق میکنه، اصلا به زور میان کارگاه، به تهدید مادر پدر میان تو کارگاه، ولی یه جوری این نوجوانا از تو این کارگاه اومده بودن بیرون، روحیه‌ای که داشتن و همه شون رفتن و دست مادر پدر رو به زور میکشیدن که بیا بریم، ما میخوایم واسه کارگاه دوره سفر برندگان اسم ما رو بنویسی. کسی مادر پدر بودن خواهد دو تو چه اتفاقی افتاده تو این کارگاه.